اگر تابع fx یک تابع همانی با دامنه r و تابع gx یک تابع ثابت با دامنه r باشد، خط y مساوی ax منهای e منهای c محور x ها را با چه طولی قطع میکنه؟ آقا این اگه یه تابع همانی باشه، تو قبول داری که این مساوی x باید باشه؟ یه طرف وسطینش کن میشه ax منهای bx2 به اضافه cx به اضافه d این مساویه با x به اضافه x2 به اضافه x. حالا الان اینجا رو ببین، این ور مگه x نیست، این هم x، پس a باید 1 باشه. این x2 این منفیه به x2، پس b باید منفی 1 باشه. اینجا این x، این cx، پس c هم باید 1 باشه. شما این ور دیگه چیزی نداری که این d اضافیه، یعنی d باید 0 باشه. حل تا اینجا گفت آقا این تابع g، تابع g رو یه بار بنویسمش، a چند بود؟ 1 بود، میشه x2 به اضافه 3 بروی 3x2 به اضافه ای. گفته یه تابع ثابته. تابع ثابت یعنی چی؟ یعنی آقا شما هر چیزی بهش میدی یه عدد میگیری، مثلا 1 بدی کا میگیری، 2 هم بدی کا میگیری، 0 هم بدی کا میگیری، هر چی بدی کا میگیری. خب من میگم آقا چون ثابته، یعنی جی 0 کاه، جی 1 هم کاه. خب جی 0 چی میشه؟ میشه 0 به اضافه 3 میشه 3، این هم که میشه 0 به اضافه ای میشه ای، این مساوی کاه. حالا اگه 1 بهش بدیم این میشه 1 به اضافه 3 میشه 4، این هم میشه 3 به اضافه ای، این هم کاه. مگه این دو تا با هم مساوی نیستن؟ پس 3 ایوم باید بروی با 4 بروی 3 به اضافه ای مساوی باشه. یه طرف این وسطه اینش کن، این 4 تا ای مساویه با 9 به اضافه 3 تا ای، این ستایی میاد اینور از این کم میشه، میشه یه دونه ای 9. حالا خط تو میشه آ که 1 بود میشه x منهای ای، یعنی منهای 9 منهای c، c هم که 1 میشه منهای 1، پس خط من میشه x منهای 10. گفته محور x ها را با چه طولی قطع میکنند؟ یعنی x منهای 10 را مساوی 0 بذار، یعنی y رو 0 بده ببین چند میشه، پس x میشه چند بچه ها؟ 10. یعنی پاسخ گزینه شماره 2 خواهد بود.